خب بریم سراغ مثال 14 از مبحث دستگاه مختصات قطبی. دستگاه مختصات قطبی، خب فرض کنید که به شما گفتن که ضابطه تعریف یک در واقع منحنی در دستگاه مختصات قطبی به شکل آر به توان دو مساوی است با کوسینوس دو تتا باشه. میخوایم ببینیم که در دستگاه مختصات دکارتی ضابطه تعریف این تابع به چه شکلی هست. اما قبل از اون اجازه میخوام یه موضوع رو با هم دیگه خیلی سریع ریویو بکنیم. هر وقت که از شما خواستن که یک منحنی رو ضابطش رو از دستگاه قطبی ببرید به دستگاه دکارتی، کافیه که هر جایی که شما آر کوسینوس تتا دیدید این رو به جاش ایکس بذارید، هر جایی که آر سینوس تتا رو دیدید به جاش ایگرگ بذارید، و هر جایی که احیانا آر به توان دو دیدی اینو به جاش ایکس به توان دو به علاوه وای دو بذاری. خب برگردیم به مثال خودم. توی مثال من چی دارم؟ توی مثال دارم آر دو من مساوی است با کوسینوس دو تتا. به جای کوسینوس دو تتا می نویسم چی؟ می نویسم کوسینوس به توان دو تتا منهای سینوس به توان دو تتا. کاری که خواهم کرد اینه که در طرفین تساوی خودم اینو میام ضرب در آر دو می کنم، ضرب در آر به توان دو. پس تساوی من به چه شکل خواهد شد؟ اینجا در واقع دارم آر دو به توان دو مساوی است با این آر دو. اگه ضرب در این کوسینوس به توان دو تتا بشه میشه آر دو کوسینوس به توان دو تتا. اگر این آر دو ضرب در این بشه میشه چی؟ منهای آر دو سینوس به توان دو تتا. قبول دارید که من اینو میتونم بنویسم به شکل آر کوسینوس تتا به توان دو، و این رو هم میتونم به شکل آر سینوس تتا به توان دو بنویسم. پس ثابته من چه شکلی شد؟ به این شکل آر دو به توان دو برابر است با آر کوسینوس تتا به توان دو منهای آر سینوس تتا به توان دو. حالا داستان، هر جایی که آر دو دیدی به جاش ایکس به توان دو به علاوه ایگرگ به توان دو بذار، یعنی ایکس به توان دو به علاوه ایگرگ به توان دو. هر جایی که آر کوسینوس تتا دیدی به جاش ایکس بذار، اینم ایکس. هر جایی که آر سینوس تتا دیدی به جاش ایگرگ بذار، اینم ایگرگ. پس چی دارم؟ اینجا در واقع ایکس به توان دو به علاوه ایگرگ به توان دو توتالی به توان دو برابر است با ایکس به توان دو منهای وای به توان دو، و تمام.